این با هدیه شما آقای دکتر میتونم به این همه پناهنده در اینجا این 24 ساعته درست باستان باشم نوم بدن و نوم بدن و اگر ادامه بدین کمکاتونو بیشتر این کمپ رو 80% بچه هستن که شما میتونید کمک بکنید. پیامی داری برای ایرانی ها برای در لحظه که چیز؟ کمک‌های شما این بچه ها رو میتونه سیر بکنه و این خیلی مهمه که شما این بچه ها رو فراموش نکنید. کمک‌های شما مستقیماً جایی میره که خرج این بچه ها میشه و این بچه ها توقعاتی از ما دارن، انتظاراتی دارن که ما نمیتونیم پنهانشون بذاریم. من خیلی ممنونم از همه کمک‌هایی که شما میکنید دوستان ما در سراسر دنیا، بسیار ممنون. این سازمان ایشان هستش به نام Joint Help for Kurdistan و این بیمارستانشان هستش، یا میتونیم با این نمره‌ای که اینجا هستش تماس بگیریم با بنیاد نوروز. سپاس. Welcome back بهمن. درود به همیانا اینجا کلینیک کمپ باجیکندار که آقای دکتر جای کلینیک رو پیشترش کرده و از سه تا کلینیک سه تا دفتر بردنش به نه تا نه گرد گردن این کمک غذاییه که ما به بچه ها میدیم. غذایی هستش که تهیه کردن آقای دکتر برای بچه ها که بچه ها غذا بدن و همینان اینجاست که احتیاج به کمک دارن، چون که جمعیت زیاده و پشت سر ما بیش از 8000 نفر تا 10000 نفر اونجا هستن. همونطوری که شما ملاحظه می‌فرمایید، یعنی این داروهایی که ما اینجا داریم واسه جمعیت حدود 9000 نفره است و متاسفانه بیشتری از قفسه هامون خیلی خالی شده و دارو نداریم در اونجا. یعنی ما سعی می‌کنیم به طرق مختلف مشکل حل بکنیم. ما خیلی ممنونیم از بنیاد نوروز که دفعه پیش واسه ما دارو آورد. یک مقدار از داروهایی که شما فرستادید این آمرودیپینه واسه بیماری‌هایی که هایپرتنشن دارن هست که اونا هنوز مصرف نشدن، یعنی هنوز یه مقدارشون اونجا داریم. به علت عفونت‌های باکتریایی که ما داریم بسیاری از این داروها بسیار سریع تموم میشه و این خیلی خب داروخونه زیاد های کلاسی نیست، ولی خب یک سری از احتیاجات ما رو برطرف میکنه در این مسئله. آقای دکتر الان اون داری که به نظرتون خیلی ضروری هستش چی هستش که ما بتونیم اینو تهیه بکنیم؟ از اون بیماری هایی که ما اینجا داریم عفونت های دستگاه تنفسی در واقع شماره یکه و هم به اصطلاح بیماری های عفونی اپر ایروی اند ایرن لار ایروی و به اون خاطر خب ما در اونجا هم داروهایی میخواییم برای سرفه، برای بچه هایی که دچار حالت های آسمایی میشن و اونهایی که دچار پنومونیا میشن و اون داروها مثلا اینجا ما چیزا داریم، ونتولین رو داریم که خب این داروی خوبیه که به ما کمک میکنه، شربت سرفه خیلی به واسه بچه ها، ولی متاسفانه تمام داروها در کردستان و عراق بسیار کم شده و مثلا آنتیبیوتیک ها و لذا اون دستور دومه. ما بسیار عفونت های ادراری داریم که خون هم لازم دارن که خیلی شایع شده اینجا، بعد بقیه مثلا خیلی مسائل های بیخوابی، مشکلات دپرشن، اینا خیلی شایع شده تو این ماه های آخر و این داروها داروهایی نیست که خیلی بازونی اینجا پیدا بشه متاسفانه. من سعی کنم لیست بگیرم و ببینم که دکترین ایرانی خارج از کشور میتونن اینا رو تهیه بکنن.